نشست صلح افغانستان در استانبول تا پس از عید فطر به تعویق افتاده. حکومت افغانستان آماده نبودن طالبان برای شرکت در نشست استانبول را دلیل اصلی تأخیر در زمان برگزاری این نشست می‌داند. وزیر دولت در امور صلح می‌گوید طالبان علاقمند نیستند در این نشست شرکت کنند. سفارت آمریکا در کابل هم از تأخیر در برگزاری این نشست ابراز تأسف کرده است. در اوج انتظارها برای برگزاری نشست سرنوشت ساز در مورد افغانستان، خبر تأخیر در زمان برگزاری نشست بار دیگر نگرانی ها رسیدن به صلح را افزایش داد. ساعت‌های نخستین بامداد وزیر خارجه ترکیه از تأخیر در زمان برگزاری نشست استانبول تا پس از عید فطر خبر داد. نشستی که قرار بود تا 3 روز دیگر برگزار شود. این دیپلمات ارشد ترکیه در گفتگو با شبکه خبر ترک گفته است که نشست به دلیل مهلت زمانی محدود برای اشتراک همه طرف‌ها به تعویق افتاده است. اما برخی اشتراک کنندگان شاید نمی توانستند تا 3 روز آینده برای نشست آماده شوند. تلاش نهایی صورت می گیرد که نماینده های طالبان نیز در نشست اشتراک کنند. ساعتی پس از این گفتگو، برگزار کنندگان این نشست، سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه در اعلامیه مشترک از تعویق برگزاری این نشست خبر دادند. در اعلامیه آمده که با توجه به پیشرفت‌های پسین و رایزنی‌های همه جانبه با طرف‌ها تصمیم گرفته شد تا نشست به زمان دیگری موکول شود که شرایط مناسب برای پیشرفت معنادار فراهم شود. حکومت افغانستان دیروز از آمادگی کامل و نهایی شدن فهرست هیئت جمهوریت برای اشتراک در نشست استانبول خبر داد. حالا وزیر دولت در امور صلح طالبان را مقصر اصلی تعویق نشست صلح افغانستان در استانبول می‌داند. سید سعادت منصور نادری میگوید که حوزه جمهوریت در هر زمان آماده گفتگو و اشتراک در نشست استانبول است. ما آمادگی کامل داریم، ولی متاسفانه از طرفی تحرک طالبان هیچ نوع علاقمندی به اشتراک کردن در کنفرانس یا به اشتراک کردن در میز مذاکره صلح اونا وجود نیست. براتون که ورزی که ملی مصالحه د علی شورا در رهبری کمیته ناسته بده ناسته که به دراتون کې پاره تصمیم ونیول شي. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که تأخیر در نشست استانبول قابل پیش بینی بود. او بدون برنامه مشترک طرف‌های درگیر نبرد و نبود اجماع داخلی در افغانستان برگزاری چنین نشستی را بی‌معنا می‌داند. تصمیم به تعویق انداختن نشست درباره افغانستان در استانبول قابل پیش بینی بود، زیرا طرف‌ها در مورد یک دستور کار مشترک به توافق نرسیدند. مواضع همه با هم منطبق نیست. در این شرایط در نبود برخی برنامه های مشترک برگزاری چنین رویداد البته بی‌معناست. سفارت آمریکا در افغانستان از تعویق این نشست ابراز تأسف کرده است. محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل هم با لحن تند به نشانی حکومت وضعیت کنونی را به بزرگنمایی طالبان و دیپلماسی طمطراق‌آمیز کابل پیوند داده است. امتیاز میخوان، امتیاز یک از دلایلش میتونه ای باشه که نظریات خود تعمیل کنن، خواسته های خود تعمیل کنن، همسر جانب دولت افغانستان و همسر دنیا. منبه های نزدیک به طالبان باورمندند که نشست استانبول پس از به نتیجه رسیدن تلاش ها به هدف جلب قناعت طالبان برای حضور در این نشست برگزار خواهد شد. تعویق نشست استانبول قطعا رابطه به عدم حضور طالبان در این نشست دارد. نشست صلح افغانستان در استانبول مهمترین نشست برای سرنوشت سیاسی و تعیین کننده ختم مشروع صلح و جنگ افغانستان دانسته می شود. قرار بود نشست صلح افغانستان در استانبول به تاریخ 24 اپریل آغاز شود و تا 4 ماه می ادامه یابد. اما با تعویق این نشست نگرانی ها شدت گرفته که مبادا طالبان به هدف امتیازگیری بیشتر خشونت ها را در کشور افزایش دهند. گیتی رحیمی، تلویزیون 1.